داستان سلطان محمود خرکیه. در روزگاران قدیم دو گدا در ورودی کاخ سلطان محمود برای گدایی نشسته بودن. یکی از اونها خیلی چاپلوس بود. سلطان محمود یا هر کدام از بزرگان که میخواستن از جلوی کاخ رد بشن شروع میکرد به تعریف و تمجید و چاپلوسی و سکه‌ای میگرفت. اما اون یکی خیلی ساکت می نشست و هیچ چیز نمی گفت. گدای چاپلوس به دوستش می گفت: تو چرا هیچی نمیگی؟ مگه خدا بهت زبون نداده؟ یه چیزی بگو تا سکه‌ای بگیری. و دوستش جواب می داد: کار خوب خدا درست کنه. سلطان محمود خره کیه؟ روزی از سلطان محمود می پرسند: سلطان، این دوتا گدا رو دیدی دمه در کاخ نشستن و گدایی می کنن؟ سلطان میگه: آره دیدم، یکیشون خیلی چاپلوسه و اون یکی خیلی ساکته و هیچی نمیگه. به سلطان میگن: اتفاقا گدا ساکته هر وقت شما به اون یکی کمک میکنید مدام تکرار میکنه کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خره کیه. سلطان محمود عصبانی میشه و میگه: حالا حالیش میکنم سلطان محمود خره کیه. دستور میده مرغی رو سر ببرن، کباب کنن و یکی از زمردهای با ارزش قصر رو داخل مرغ بذارن و ببرن بدن به اون گدای چاپلوس تا اون یکی یاد بگیره سلطان محمود کیه. مرغ رو آماده میکنن و میبرن برای گدای چاپلوس. از قضا قبل از آوردن مرغ یکی از وزرا برای این گدا تکه بوقلمون کباب شده برده بود. اونم بوقلمونو خورده بود و سیر از غذای خورده بی خیال نشسته بود. وقتی مرغ رو بهش میدن رو میکنه به اون یکی گدا و میگه: از صبح تا حالا چقدر گدایی کردی؟ گدا جواب میده: 3 سکه. اونم میگه: 3 سکه خودتو بده به من تا این مرغ رو بدم به تو. مرد فقیر میگه: نه نمیخوام، تو سیر شدی نمیتونی مرغ رو بخوری، تا فردا هم که نمیتونی نگهش داری، پس آخرش مجبور میشی بدی به کسی، اون وقت اگه دوست داشتی بده به من. گدای چاپلوس میگه: باشه 1 سکه بده تا مرغ رو بدم به تو. و باز هم جواب منفی میشنم. آخرش میگه: باشه بابا نمیخوام سکه ای بدی، بیا بگی مرغ رو بخور. مرد فقیر اولین قطعه از مرغ رو که توی دهنش میذاره زمرد رو میبینه. سری زمرد رو توی جیبش میذاره و از خوشحالی بلند میشه. به گدای چاپلوس میگه: رفیق، من میرم و شاید از فردا هم دیگر رو نبینیم، اما یادت باشه کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خره کیه. فردا صبح سلطان محمود میاد، میبینه باز این گدا دم در نشسته. سرش فریاد میزنه: تو چرا هنوز اینجایی؟ مگه هدیه ما برای تو بس نبود یا عمر آسود زندگی کنی؟ گدا جواب میده: کدام هدیه؟ سلطان محمود میگه: همون زمرد داخل مرغ دیگه. گدا جواب میده: من سیر بودم، مرغ رو دادم به مرد فقیری که اینجا مینشست. سلطان محمود عصبانی فریاد میزنه: این مرد رو بیارین داخل کاخ، روزی 100 تا شلاق بهش بزنید تا 100 بار در روز تکرار کنه، کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خره کیه. اگر از این داستان لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره. سپاس بیکران که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین.